داداش چرا اونجا وایستادین؟ لطفاً بفرمایید بشینید. بدون در زدن چطوری میتونستم بیام؟ چه خبر فرهان؟ سلامتی. خب بگین چای میخورین یا قهوه؟ هیچی، امروز اومدم دنبال اسناها رو با هم بریم بیرون. البته اگه جلسه ای نداشته باشی. اگه جلسه ای هم داشتم قطعاً به خاطر شما کنسلش میکردم. دیگه نگو شما فرهان. بینمون اینقدر صمیمیت به وجود اومده که ما شما گفتن و جناب گفتن رو کنار بذاریم و به هم دیگه بگیم تو. البته اگه مشکلی نداره. چه مشکلی میتونم داشته باشم؟ و شما هم و تو هم راحت میتونی حرفتو بزنی، چون گاهی یهویی رسمی میشی. دفعه بعد حواسم هست. حالا بریم، اونجا یه مشتری دیگه هم هست که باید باش حرف بزنم. پس اینطوری بگو داریم میریم جلسه. خب بریم. دنبال چی؟ سویچ ماشینم. با من بیا، از برگشتم میرسونمت. بیا دیگه لطفا، عجله کن فرهان، دیرمون میشه. باشه بیا. ممنونم. تا مشتری بیاد وقت داریم، میتونیم نهارمونو بخوریم. درسته. ممنون. تو در مورد سرگرمیات به من چیزی نگفتی. وای آبجی، از سرگرمیاش نپرس، یه آدم مزخرفه. همه ی روزش هم تو شرکتش میگذرونه و شباشو توی بیمارستان. حتی فکر کنید که سرگرمیش دیدن بیمارا و دادن دارو به اوناست. پس اون دکتر عمومیه یا متخصصه؟ خدا رو شاکرم تا به امروز هرچی خواستم به هم داده. شاید خیلی دیر، اما بالاخره به دستش آوردم. البته این بحثش جداست که منم تلاشمو کردم. کاملا، چون تلاش مهمترین فاکتوره و بدون تلاش چیزی به دست نمیاد. دقیقا. اما منم خیلی از آدمایی رو میشناسم که بدون تلاش کردن همه چی رو به دست میارن، اما برای اون چیز ارزش قائل نیستن، چون اونا حس نمی کنن اون چیز یا اون نعمتی رو که بدون تلاش به دست آوردن. برای به دست آوردن اون یکی دیگه خیلی داره زجر می کشه. اما بازم قدرش رو نمی دونن. گیج نشو لطفا، داشتم یه حرف عمومی میزدم. واقعا؟ این یه حرف عمومی بود؟ من فکر میکردم داری فیلسوفانه حرفاتو به من منتقل میکنی. تو باید باش کنار بیای، چون من هر از گاهی فیلسوف میشم. وای خدا، یعنی از این به بعد باید به فلسفه بافیای تو عادت کنم؟ قطعا باید عادت کنی. سلام علیکم مادر. سلام پسرم. کجایی؟ چرا؟ همه چیز خوبه؟ آره. زود بیا، کار خیلی مهمی باهات دارم. منم توی راهم، تا 5 دقیقه دیگه تقریبا میرسم. باشه. باشه، خدافظ. چی شده؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ آه نه، فقط مادر تماس گرفته بود، پرسید کی خونه میرسم. اگه نمیخوای چیزی بگی بحثش جداست، اما از قیافت به نظر نمیرسه که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه. من بهت اصرار نمی کنم، اما تو میتونی بهم اعتماد کنی فرهان. حالا اون مشکل در مورد هرچی باشه، حرفات پیش من میمونه. به زبان دکتر اگه بگم، کار قلب فقط تپیدن و پمپاش کردن خونه، اما ما اینقدر بار سنگین روش میندازیم که اون بیچاره گیج میشه که بتپه یا بار سنگین رو برداره. فرهان، هرچی توی دلت هست و بگو، اون وقت میبینی سبک شدی. من بهت گفته بودم که بعد از فوت آرمان شرایط خونه یه مقدار عجیب شده. همیشه یه مشکلی توی خونه هست، ولی یه محیط پرتنش برقراره.
जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जा نگران نباش. انشاءالله همه چی درست میشه. انشاءالله. خب بریم داخل. به همین بهونه هم با مادرم آشنا میشی و یه چایی میخوری. نه خیر، من برای اومدن به خونت به بهونه ای نیاز ندارم. اما یه روز میتونی دعوتم کنی. دعوت کردم دیگه، یالا بیا. اینجوری نه. اگه شام دعوتم کنی میام. اون موقع بیشتر ارزش دارم. دیگه چقدر میخوای ارزشتو بیشتر کنی؟ خیلی زود از شریک کاری دوست واقعی شدیم و بعد از دوست همراز هم شدیم، دیگه چی میخوای؟ آره دوست هم دیگه شدیم، اما تا وقتی خانوادت منو قبول نکنن تا اون وقت هدف من ناقص میمونه. هدفی که بدون کمک تو نمیتونم کاملش کنم فرهان. حتما. دیگه میرم. مراقبت کن. فعلا. خدا نگهدار.